از جلوی سازمان ملل‌ها مرز ایران افغانستان یه کار فورس شدش که خب بچه‌های اونجا، زنای اونجا خیلی شدیداً نیاز دارن به این حرکت‌های اجتماعی که ما تو ایران یا هر کشور دیگه باید انجام بشه، به خاطر اینکه خب مرزها بسته شده. الان ایرانو میتونن استفاده کنن یا ترکیه رو میتونن استفاده کنن به عنوان کشور واسطی که بتونن وارد کشورهایی بشن که اعلام گرفتن پناهنده کردن. تمام NGO هایی که تو زمین کودکان کار دارن فعالیت میکنن خب این کار رو حمایت کردم. یکی از متولیای اصلی در جهت اینکه ما در زمینه پناهجویان و باز شدن مرزها میتونه کمک میکنه سازمان ملل و یونیسف هستش. اصلا هیچ جنگی بدون مشکل نیست. الان اونا تو شرایط جنگن. ما نمیتونیم بگیم که خب اینا ما از بین بد و بدتر یا باید اونجا کشته بشن یا باید بیان اینجا تیالات یا تحت پوشش دولت ها قرار بگیرن یا تحت پوشش NGO ها قرار بگیرن. باید یه شرایط اساسشون مهیا کنن. دنیا باید این کارو کنه. یعنی اینجوری نیستش که خب ما بگیم که اونا تو اون شرایط گیر کردن و راهی جز مرگ ندارن، همونجا بمونن. شرایطش خودشون برای خودشون درست کنن. با اتفاقاتی که در افغانستان افتاد، هرچند که همیشه سیاست شبکه همین بوده بر اساس پیماننامه جهانی حقوق کودک، ما فکر کردیم که باید کنار همدیگه بیایم و یک همافزایی نهادی داشته باشیم و کمپین ما کنار ما از همین جای دست شروع شد، از کارگروهی که در شبکه ایجاد شد و انجمن‌ها و تشکل‌ها کنار هم اومدن برای اینکه فکر بکنیم که اول باید مطالباتمون رو و اولویت‌هامون رو یکی بکنیم و هم در راستای مطالبه‌گری فعالیت بکنیم و هم در راستای حمایت همه جانبه از مهاجران. سه تا مطالبه اصلی رو ما توی کمپینمون توافق جمعی روش ایجاد کردیم که اولیش این هستش که در واقع رد مرز مهاجران متوقف بشه برای اینکه بازگردوندن به خصوص کودکان و خانواده هاشون به شرایطی که واقعا خطرناک هست، هم نه انسانیست نه توجیه پذیره بر اساس حقوق بین الملل و پیمان نامه و این چیزیست که شبکه همیشه براش واسطاده بوده، چه موقع رد مرز بوده چه دستگیری کودکان بوده. مطالبه بعدی پذیرش پناهجویان هستن. ما فکر میکنیم که شعاری هم که تو این کمپین دادیم این هستش که بین کودکان ایران و افغانستان مرزی نیست. در قسمت سوم که بخش حمایت همه جانبه هست و روی اسکان و اقامت تمرکز داره، ما فکر میکنیم که هر کمپینی فقط نباید حالت کارزار و جمع‌آوری امضا داشته باشه، بلکه توی این شرایط خوبه که نهادها کنار هم بیان. برای همین هم هستش که فراخوانی که دادیم اینه که از نهادهای اجتماعی مدنی دعوت کردیم که به این کمپین بپیوندن برای اینکه بتونیم هم افزایی داشته باشیم، اولا در جمع‌آوری اطلاعاتمون و اینکه ببینیم چه کارهایی رو در انواع حمایت‌هایی که پناهجویان به اون نیاز دارن بتونیم فراهم بکنیم به ویژه کودکان و خانواده‌هاشون.